قصه آن گنجنامه که پهلوی قبه‌ای روی به قبله کن و تیر در کمان نه بینداز، آنجا که افتد گنج است. دید در خواب و شبی و خواب کو، واقعی بی خواب صوفی راز خو. هاتفی گفتش که ای دیده تعب، رقعی در مشق وراقان طلب. خفیه زان وراق کت همسایه است، سوی کاغذ پاره هاش آور تو دست. رقعی شکلش چنین رنگش چنین، بس بخوان آن را به خلوت ای هزین. چون بدوزی آن ز وراق ای پسر، پس برون رو زنبهی و شور و شر. تو بخوان آن را به خود در خلوتی، هین مجو در خواندن آن شرکتی. ور شود آن فاش هم غمگین مشو، که نیابد غیر تو زان نیم جو. ور کشد آن دیر هان زنهار تو، ورد خود کن دم به دم لا تقن تو. این بگفت و دست خود آن مجدور بر دل او زد که رو زحمت ببر. چون به خویش آمد ز غیبت آن جوان، می نگنجید از فرح اندر جهان. زهره او بردریدی از قلق، گر نبودی رفق و حفظ و لطف حق. یک فرح آن کز پس 600 حجاب، گوش او بشنید از حضرت جواب. از حجب چون حس سمعش در گذشت، شد سرفراز و زگردون برگذشت. که بود کان حس چشمش ز اعتبار، زان حجاب غیب هم یابد گذار. چون گزارش شد حواسش از حجاب، پس پیاپی گرددش دید و خطاب. جانب دکان وراق آمد او، دست می برد او به مشقش سو به سو. پیش چشمش آمد آن مکتوب زود، با علاماتی که هاتف گفته بود. در بغل زد گفت خواجه خیر باد، این زمان وا می رسم ای اوستاد. رفت کنج خلوتی وان را بخواند، و سحیر واوله و حیران بماند. که بدین سان گنج نامه بی بها، چون فتاده ماندن در مشقا. باز اندر خاطرش این فکر جست، باز اندر خاطرش این فکر جست. کسفه هر چیز یزدان حافظ است، کی گذارد حافظ اندر اکتناف. که کسی چیزی رو باید از گزاف. گر بیابان پر شود زر و نقود، بی رضای حق جوی نتوان رو بود. ور بخوانی صد صحف بی سکته ای، بی قدر یادت نماند نکته ای. ور کنی خدمت نخوانی یک کتاب، علم های نادره یابی زجیب. شد زجیب آن کف موسی زوفشان، کان فزون آمد ز ماه آسمان. کان که می جستی ز چرخ بانهیب، سر برآور دستت ای موسی زجیب. سر برآور دستت ای موسی زجیب، تا بدانی کاسمان های سمی، هست عکس مدرکات آدمی. نی که اول دست برد آن مجید، از دو عالم پیشتر عقل آفرید. این سخن پیدا و پنهان است بس، که نباشد محرم عنقا مگس. باز سوی قصه باز آ ای پسر، قصه گنج و فقیر آور به سر.